دل شوق و غزل باید دوباره، خیال شی یک بغل باید دوباره. کتاموشه شوی یلدا اگکی، چمایشی سرمچل باید دوباره. سلام و درود خدمت شما بیننده های عزیز. امید است در هر کجایی که هستین جور و صحتمند باشید. شب یلدا را برای همه شما خوبان، عزیزان و بیننده های عزیز یک شب خوب، یک شب مهربانی، یک شب عشق، یک شب همدلی و شب پرخاطره برای شما از خداوند متعال خواهان هستم. امیدوارم که در این شب یلدا، شبی که تغییر فصل، شبی که طولانی ترین شب است، شبی که در مناطقهایی که ما زندگی میکنیم، مخصوصا افغانستان، سردترین و سختترین شب زمستان است، امید است که این شب برای شما یک شبی باشه که خاطره ها بمانه برایتان. بیننده های گرامی، در این برنامه ما خواستیم که از شب یلدا برای شما ویدیو تهیه بکنیم و برنامه تهیه بکنیم تا بتانید که مردمی که در بامیان است چگونه شبهای مهربانی، شبهای عشق، شبهای همدلی را چگونه تجلیل میکنه. بیننده های عزیز، جوانا و فرهنگیان و شاعران بامیان، هنرمندان بامیان، در این شب، این شبی که پر از خاطره هاست، پر از شعر و شاعری، پر از رنگ اناری است، اینا برنامه گرفتن و حالا میریم برنامه زیاره میبینیم و با مسئولین برگزاری این برنامه صحبت هایی داریم و همچنان کسایی که اشتراک کردن، شاعرها و هنرمندا، با ایشان میشنیم، قصه میکنیم و شب یلدا برایتان میگیم که چگونه در بامیان تجلیل میشه. در پای نبرد من و صد سنت بد واوا، در پای نبرد من و صد سنت بد واوا، از چهره زیبای هوس شال کشیدم. دیوار پر از نیزه و خنجر و تغییر، بر اسب تغییرات جهان بال کشیدم، بر اسب تغییرات جهان یال کشیدم. خب خانم حسن‌زاده، در مورد برنامه بگوین که چگونه برنامه بود و وقتی که شما این برنامه را پلان گرفتین به چی دلیل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما سخنان خود را با یک شعر یلدایی شروع میکنم. دو قدم مانده که پاییز به یک ماه برود، دو قدم مانده که پاییز به یک ماه برود، این همه رنگ قشنگ از کف دنیا برود. هر که معشوقه برانگیخت گوارایش باد، هر که معشوقه برانگیخت گوارایش باد، دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود. یلدا اولین ناگفتنمونه که اولین برنامه هست که در ولایت بامیان برگزار شده به مناسبت شب یلدا، و هدف از این که ما برگزار کردیم یلدا را این بوده که یک فرهنگ جدید را به مردم معرفی کنیم، تا این که خود یلدا یعنی این که یک دقیقه با هم بودن را باید جشن بگیریم. به خاطر همین کوشش کردیم که یک جمع دوستانه و شعرها را ما جمع بکنیم و یک یادبود داشته باشیم از یلدا، و ای که پیام اصلی یلدایی هست که همدلی و دوستی را به مردم نشان بدهیم و ای جایگزین بشه که مردم با هم دوست باشه. خب برای ما بگین که شب یلدا را چطور نامگذاری کرد و چگونه یک شب هست دیشب؟ یلدا شروع فصل زمستان، یعنی یک فصل تغییر میکنه میره به فصل بعدی. بعد به خاطر از اینکه مردم از زمستان خاطره خوبی هم ندارن، چون سرد و سردی و سرما بیشتر هستن، به خاطر از این ما این یلدا نشان دهنده از این است که انقدر از فصل زمستان هم نترسین، خسته نباشین، چون هر فصل خاصیت خود را داره و میتونه فصل زمستان و همچنان اینکه با یلدا شروع میشه برای همه زیبا باشه. مهم تعبیر و دیدن خود انسان هاست. یک دو بیتی هزارگی رو میخواییم بخوانم. شب چله بشینم روی دروی تو، شب چله بشینم روی دروی تو، شبم شاعر اگر خوش باشه خوی تو. دو سه دفتر دو بیتی عاشقانه، دو سه دفتر دو بیتی عاشقانه، کنم تعریف رنگ و روی امید. شبی یلدای من سرد است چه سازم، رقیبم خیلی نامرد است چه سازم. چه سازم بار الا با قلب محزون،
چه سازم بار اله با قلب محزون که باطینم پر از درد است چه سازم. آقای تعالی زیاد تشکر که وقت دادین برای از ما. میشه در مورد برنامه بگید که در این برنامه چی برنامه هایی داشتین جدا از این که خوش شعر بود؟ معمولا که شعر هست. با عرض سلام و ادای احترام خدمت شما و همکارای شما و بیننده های شما، خدمت شما عرض کنم که خانه ادبیات بامیان امشب از شب یلدا گرامی داشت به عمل آوردن. گرچند در ولایت بامیان تجلیل از شب یلدا به صورت پراگنده در خانه ها در قریه ها از دیر زمان رواج بود و این شب گرامی داشت به عمل می آمد و این شب زنده نگه داشته می شد، اما به صورت رسمی تا یک محفل اینچنینی که شاعرها و هنرمندا بیاین دور هم تقریبا اولین بار است که یک چنین برنامه در ولایت بامیان دایر میشه. و در این شب در این برنامه ما دکلمه شعر داشتیم، دیگه نواختن موسیقی دنبوره داشتیم و همچنین برنامه فال حافظ داشتیم. شب یلدا طولانی ترین شب سال هست، یعنی اولین شب آغاز زمستان هست و در فرهنگ فارسی دری یا ده خدا یلدا را به معنای تولد خورشید معنا کردن. تا هنوز تا این روزی که ما آمدیم روز به کوتاه شدن ادامه میداد، اما پس از اینکه ما شب یلدا را پشت سر گذاشتاندیم روز به دراز شدن آغاز میکنه و این نماینگر عزیز که این خورشید تولد میشه روز به طرف دراز شدن میره و این شب در فرهنگ های مختلف به خصوص در فرهنگ های فارسی زبانان در کشورهای افغانستان، در ایران و در تاجیکستان همه ساله به انواع و اقسام مختلف شب تجلیل میشد و می شود یک شب خاطر انگیز هست برای همه. و خدمت شما عرض کنم که عناصری که در این شب در محافل گرد هم قرار داده میشه انار و کتاب های بزرگ ادبیات دری هست، ادبیات یعنی شعر هست. شما می بینین در اینجا انار را در پالوی شاهنامه می بینین و انار را در پالوی حافظ می بینین، خب انا را در پالوی دیوان محتشم کاشانی میبینین. خب چون اینی شب یلدا با انار و خدمت شما عرض کنم که با دیوان حافظ گره خورده. نفس پشت نفس هی دل به شانه میکشد ناز، بده مزد از لبت یک موج محکم این جواری را. لب لا مذهبت بالاست قندش تا به حد کی، لب لا مذهبت بالاست قندش تا به حد کی، به چالش می کشد انگور شیرین شمالی را. بینده های گرامی، در کنار ما یک از شاعران توانای بامیان است که اینا همیشه غزل میسرای و در کنارشان دو بیت هم داره، ازشان میشنیم. آقای شهریار صاحب، میشه از ما از شعر و امو غزل و دو بیتی که داری برای از ما و همچنان برای بیننده ها دکلمه بکنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و بیننده های عزیزتان، امشب شب یلدا هست، برنامه بسیار زیبایی داشتیم، شما بیننده بودین و ما در کل در قالب غزل شعر میسرایم که یکی از قالب های کلاسیک است و دو بیتی هم میسرایم. اما همون قسمی که شما شاهد بودین، من امشب یکی از غزلیات خود خواندم که از کارهای جدیدی ماست و ما ترجیح بدم که چون یلدایی هست ما میخوایم این خدمت شما و بیننده های عزیز بفرمایید. خیلی خوشحال میشم. شام یلدا هست و یلدایم انار آورده ای، شام یلدا هست و یلدایم انار آورده ای، یا به سینه سینه تربوز مزار آورده ای.
خدا را پیش چشم کافر اکثر می زنم. عاشقت را پشت یک میز قمار آورده ای. بی تو من یلداترینم جان من اما بگو. بی تو من یلداترینم جان من اما بگو. زلف پیچان سیاحت را چه کار آورده ای؟ بیننده های گرامی، از تک تک شما خوبان تشکر میکنیم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. برنامه ما با همینجا کم کم با پایان میرسه. چینل یوتیوب ما را سابسکرایب بکنید، لایک بذارید، کومنت بگذارید. دوستای عزیز، از تک تک تان تشکر. تا شب یلدای دیگر که در سال آینده در خدمت شما قرار میگیریم. البته در برنامه های تلویزیون هستم، ولی در برنامه شب یلدای که تا سال دیگر برگزار میشه، همیشه عمرتان طولانی مثل شب یلدا باشد. از این برنامه خاطره ها و عشق و علاقه با خود برده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند یار نگهدارتان.